ایمان به عیسی مسیح به چه معناست؟ آیات کلیدی این مطالعه در انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 18 هستند. ابتدا با هم این آیات را مرور می کنیم و سپس به شناخت درس هایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره میپردازم. عزیزان در کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 18 چنین میخوانیم. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگان فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد خدا فرزند خود را فرستاده است نه برای اینکه مردم را محکوم کند بلکه به وسیله او نجاتشان دهد کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و حلاکتی در انتظارشان نیست ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاورده اند. آمین. عزیزان قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربان از تو درخواست می تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز میخواهی به ما تعلیم دهی کمکمان کنی در نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنیم آمین دوست خوب من ایمانی که موجب میشه تا خداوند تمامی گناهان شخصی را ببخشه ایمانی که موجب میشه تا غضب الهی خداوند نسبت به شخص گناهکار برداشته بشه ایمانی که موجب میشه تا خداوند به شخص بخشیده شده حیات نوع ابدی عطا کنه ایمانی که موجب میشه تا خداوند شخص بخشیده شده را به فرزند خاندگی در خانواده الهی خودش برگزینه ایمانی که موجب میشه تا روح القدس روح مقدس خداوند در شخص بخشیده شده ساکن و تا پایان عمر وی در او زندگی کنه و نهایتا ایمانی که موجب میشه تا شخص بخشیده شده با خداوند در رابطه شخصی و مستقیم قرار بگیره دارای سه عنصر هست سه عنصر ایمان نجات دهنده عبارتند از شناخت صحیح به علاوه مجاب شدن به گناهکار بودن به علاوه اعتماد کامل در این تعلیم نگاه نزدیکتری خواهیم داشت به عنصر اول ایمان نجات دهنده یعنی شناخت صحیح عزیزان شناخت صحیح از عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده لازمه اول داشتن ایمان نجات دهنده هست. حال سوال این هست که عیسی کیست؟ پاسخ به این سوال این هست که عیسی پسر خداست. عزیزان بنا به خواسته خدای پدر عیسی حقوق الهی خود را کنار گذاشت شکل انسانی به خود گرفت و بر روی زمین ساکن شد کتاب مقدس در فیلیپیان فصل دو آیات 6 و 7 این مهم را اینطور بیان فرموده کلام خدا میفرماید او منظور عیسی مسیح است با اینکه ماهیت خدایی داشت اما نخواست از اختیار و حق خدای خود استفاده کند بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد و شبیه انسانها شد آمین سوال بسیار مهم بعدی این هست که ایسا چه کاری انجام داد؟ عزیزان تا قبل از جان دادن داوطلبانه عیسی مسیح بر روی صلیب برای پرداخت تاوان گناهان بشر یک بار برای همیشه قانون خداوند این بود که هر انسان گناهکاری برای آمرزش گناهانش می بایستی حیوان عیب و نقصی را قربانی می کرد. در این مورد کتاب مقدس در لاویان فصل 22 آیه 20 اینگونه فرموده که حیوانی که نقصی داشته باشد نباید تقدیم شود. چون مورد قبول خداوند نمی باشد. آمین. دوست خوب من، عیسی مسیح زندگی کاملا پاک و بیگناهی داشت که او را به عنوان جایگزین ما انسانهای گناهکار و همچنین تحمل داوری خدا برای بخشش گناهان ما واجد شرایط کرد. دقت بفرمایید. از طریق مرگ داوطلبانه عیسی مسیح بر روی صلیب به جای ما انسانهای گناهکار حال ما در صورت ایمان قلبیمون به او گناهانمان بخشیده میشوند و با خدا صلح میکنیم سوال مهم دیگری که باید به آن جواب دهیم این هست که چرا عیسی مسیح باید میمرد عزیزان ما انسان های گناهکار برای دریافت بخشش گناهانمان از خداوند کاملا نالایق، عاجز و درمانده بودیم. ما به هیچ وجه نمیتونستیم مقبول خداوند گردیده و از زیر غضب الهی او آزاد بشیم. تمامی تلاش ها و حتی کارهای به اصطلاح خوب ما هم برای دریافت بخشش خداوند کافی نبودند. چون که حتی کارهای خوب ما هم به نوعی آلوده به گناه هستند اما لطفاً به این امای بسیار حیاتی توجه بفرمایید اما وقتی ما ایمان میاریم که عیسی در واقع به جای من بر روی صلیب جان داد و در شایستگی و لیاقت کافی تاوان تمامی گناهان من را پرداخت نمود آنگاه خداوند گناهان من را میبخشه و غضب الهی او نسبت به من برطرف میشه لطفا توجه بفرمایید فقط دانستن اینکه عیسی کیست و چرا او باید میمرد موجب دریافت بخشش نجات دهنده خداوند برای ما نیستند به عبارتی دیگه فقط دانستن این حقایق برای ما رستگاری را از سوی خداوند نمیاره عزیزان حتی شیاطین هم فهمیده بودند که عیسی پسر خداست انجیل لوقا فصل چهار آیه چهل و یک یک نمونه از شناخت شیاطین از عیسی را برای ما اینطور بیان نموده در این آیه می‌خوانیم ارواح پلید نیز به فرمان عیسی فریاد کنان از جسم دیو زدگان خارج می شدند و می گفتند تو فرزند خدا هستی اما او ارواح پلید را ساکت می کرد و نمی گذاشت چیزی بگویند چون میدانست که او مسیح موعود است آمین دوست خوب من رستگاری یا همان بخشیده شدن گناهانمان نیازمند اعتقاد و اعتماد ماست اعتماد و اعتقاد به اینکه عیسی کیست چرا او به شکل انسان به این کره زمین آمد و چرا او باید میمرد بله اعتماد و اعتقاد به این حقایق هست که موجب بخشش گناهانمان و دریافت حیات نوع ابدی از خداوند میشه و نه فقط دانستن آنها عزیزان بیایید درسی را که امروز از کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیات 16 تا 18 یاد گرفتیم را همیشه به یاد داشته باشیم این درس که دریافت بخشش گناهانمان توسط خداوند فقط در اعتماد و اعتقاد قلبی به این واقعیت ها هستند که عیسی مسیح کیست چرا او به شکل انسان به این کره زمین آمد و چرا او باید میمرد و نه فقط دانستن این واقعیت ها عزیزان از شما دعوت می کنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او صحبت کنیم. خداوند پدر آسمانی مهربانم از تو سپاس گذارم زیرا که امروز درس تازه ای از کلامت به من یاد دادی خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که تو به قدری مردم جهان را دوست داری که یگان فرزند خودت عیسی را به این جهان فرستادی تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید یابد خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که تو یگان فرزندت عیسی را برای محکوم کردن من به این جهان نفرستادی بلکه تا به خاطر ایمان من به کار تمام شده او بر روی صلیب گناهان من را ببخشی و مرا از غضب الهی خودت نجات دهی عیسی مسیح از تو سپاس گذارم زیرا با اینکه تو ماهیت خدایی داری اما نخواستی از حق خدایی خودت استفاده کنی بلکه قدرت و جلال خودت را کنار گذاشتی به شکل یک بنده درآمدی و شبیه انسانها شدی ایسای مسیح من ایمان می آورم که تو یگان فرزند خدا هستی ایسای مسیح من ایمان می آورم که تو جان خودت را داوطلبانه به جای من بر روی صلیب فدا نمودی تا تاوان گناهان من را یک بار برای همیشه هم بپردازی عیسی مسیح من اعتراف می کنم که گناه کارم و به فیض و بخشش الهی تو نیاز مندم. عیسی مسیح من تمامی جوان به زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به قلب من بیا گناهان من را ببخش و از زندگی هر روزه من که هدیه خود تو به من هست برای جلال نامت در اراده الهیت استفاده کن در نام عیسی مسیح دعا می کنم آمین